بریم. 10 جراحت و صدمه ای که خیلی واقعی به بازیگرای مثل براد پیت، دیکاپریو، تام هانکس و خیلی های دیگه سر فیلم برداری وارد شده و اکثرشون رو توی نسخه نهایی فیلم هم دیدیم تو این قسمت برنامه. سلام، من رضا سلاح‌ورزی هم، اونجا پلی بک. خیلی پیش اومده که طی یه اتفاق بازیگرا به خودشون آسیب بزنن یا حتی تا دم مرگم برن. توی فیلم‌ها بعضی از این صحنه‌ها رو دیدیم، ولی پیش خودمون گفتیم که این احتمالاً یه حقه سینمایی دیگه. امروز 10 تا از بهترین صحنه‌هایی که بازیگرا واقعاً آسیب دیدن رو بهتون میگم. برنامه فان و جذابیه. پیشنهاد می‌کنم تا آخر ببینید. وقتی حرف از صدمه دیدن سر فیلم برداری باشه، دو تا اسم همیشه اول لیستن. یکیشون آقای جکی چان، بازیگر محبوب فیلم‌های رسمی. جکی چان فیلم رامبل این دی برانکس یا قرش در برانکس محصول 1955. تو این فیلم یه صحنه‌ای داره که جکی چان قراره از روی پل بپره روی قایقی که داره فرار می‌کنه و طبق روال همیشه‌اش ترجیح میده خودش این کارو بکنه و از بدلکار استفاده نکنه. این پلانو با چند تا دوربین از چند زاویه مختلف ضبط کردن و همونطور که دارین میبینین، موقع فرود اومدن روی قایق مچ پای راستش برمیگرده و بعد درمان باقی کارو هم با این پاپوشه ادامه میده. قبل ادامه اینم بگم که سابسکرایب به کانال و لایک کردن این ویدیو یادتون نره که خیلی به ما کمک میکنه. دمتون گرم. تو فیلمای اکشن بعضی کارگردان‌ها برای اینکه بتونن صحنه نزدیک به واقعیت بسازن، از وسایل واقعی مثل اسلحه با خشاب مشقی استفاده میکنن. بروس ویلیس فیلم دای هارد یا جان سخت محصول 1988. یکی از محبوب ترین سری فیلم های اکشن دای هارد یا جان سخت با بازی بروس ویلیسه که اینجا هم از اسلحه های واقعی استفاده میکردن. تو این صحنه آقای بروس ویلیس موقع شلیک اسلحه واقعی رو خیلی نزدیک به گوشش گرفته بود و باعث شد به طور موقت 100% شنوایی گوش چپش رو از دست بده. حالا خودتون بهتر میدونید، خیلی سالم گذشته، ولی وقتی از ابزار واقعی استفاده میکنن مگه یه متخصص کار با اون وسیله هم نباید کنار پروژه باشه؟ بهت نگفت اینجا تیر نزن آقای ویلیس؟ گفتم که وقتی حرف صدمه دیدن سر فیلم برداری باشه، دو تا اسم همیشه اول لیستن. دومیش آقای تام کروزه. تام کروز فیلم میژن ایمپاسیبل یا ماموریت غیر ممکن سقوط محصول 2018. طرفدارای سری فیلم‌های ماموریت غیر ممکن احتمالاً میدونن که تمام صحنه‌های خطرناک رو خود تام کروز و بدون استفاده از بدل انجام میده. تو این فیلم هم ایشون تصمیم میگیره از پشت بوم یه ساختمون بپره روی ساختمون بغلی که پاش به لبه ساختمون دوم نمیرسه و باعث میشه استخون ساق پای راستش خورد بشه که با این حال خودشو میکشه بالا و با همون پا میدوه تا پلان تموم شه بد میفته. خیلی ها معتقدن که بعد این اتفاق اینکه هنوز تا میتونه راه بره خودش یه معجزه است. عکسی که از آقای تام کروز و پروژه جدید ماموریت غیر ممکن پخش شده رو ببینیم. وقتی حرف از خون و خشونت باشه، یکی از اولین اسمایی که توی ذهن همه میاد آقای کوئنتین تارانتینو. دایان کروگر فیلم اینگلوریوس باسترز یا حرامزاده های عوضی محصول 2009. تو صحنه که کلونل نازی با بازی کریستوف والز میخواد دایان کروگر که جاسوس متفقین رو خفه کنه، چند تا پلان کلوزآپ از بسته صورت کروگر میبینیم که انگار واقعا داره خفه میشه. بله، خانم دایان کروگر واقعا اینجا نمیتونه نفس بکشه و بازی نیست. حالا داستان چیه؟ کریستوف والز دستشو میذاره روی گردن کروگر، چند تا پلان برداشت میکنن، ولی آقای تارانتینو راضی نمیشه، خوب در نمیاد. به خاطر همین خودش لباس والز رو میپوشه و دستایی که دور گردن کروگر میبینیم تو نسخه نهایی فیلم متعلق به شخص آقای تارانتینوه که واقعا داشت ایشونو خفه میکرد تا پلان مورد نظرش رو بگیره. همیشه صحنه های اکشن نیستن که خطرناکن. بعضی وقتا حین بازی بازیگرا یه عکس یا یه دیالوگ رو بداهه و بدون هماهنگی انجام میدن. مثل این جیک جینگهال فیلم نایت کراولر یا شبگرد محصول 2014. تو این صحنه جیک قراره یه برون ریزی حس خشم داشته باشه که سر خودش تو آینه داد بکشه، ولی وقتی شروع میکنه به تکون دادن آینه، درش باز میشه و طبیعتاً دوربین دیگه تصویر بازیگر رو نداره. واسه همین جیک جینگهال برای برگردوندن آینه یه تصمیم بداهه میگیره و با همون حالت خشم درو میکوبه که باعث میشه آینه بشکنه رو دستش و 44 تا بخیه بخوره. در ضمن فیلم خوبیه، پیشنهاد میکنم شبگرد رو ببینید. این یکی واقعا ته بدشانسیه. بن افلک فیلم دیزد اند کانفیوزد یا مات و مبهوت محصول 1993. قصه فیلم در مورد چند تا از پسرای یه مدرسه توی تگزاسه که یه گروهی برای خودشون تشکیل دادن و شاگردای تازه وارد و مجبور میکنن هر کاری که اینا میگن انجام بدن. یکی از اعضای این گروه بن افلکه که توی این صحنه بعد اینکه از چند تا بچه رکب میخوره، میخواد عصبانیتشو با شکستن این چوب نشون بده که خیلی خوب پیش نمیره. کنترل بدنشو از
دست میده و نه تنها مچ پاش برمیگرده، بلکه واسه حفظ تعادل رو همون پا یه چرخ هم میزنه، بعد سوار ماشین میشه و از قاب میره بیرون. دیدنش هم درد داشت. وقتی میبینی از یه صحنه به بعد یهو بازیگر یه جای بدنش بانداج شده است تا چند تا سکانس جلوتر، قطعاً یه اتفاقی براش افتاده که به خاطر هزینه بالای تولید نمیتونستن فیلم برداری رو متوقف کنن، به همین خاطر آوردنش توی قصه. براد پیت فیلم 7 یا 7 محصول 1995. تو صحنه ای که براد پیت زیر بارون داره قاتل رو تعقیب میکنه، وقتی میخواد از روی ماشینا بپره، لیز میخوره و دست چپش میره تو شیشه ماشین. اتفاقو کامل ندیدیم و نمیتونستن فیلم برداری رو چند هفته متوقف کنن تا حالش خوب بشه، به خاطر همین آوردنش توی قصه. اینجوری نشون دادن که تو این صحنه قاتل با میله براد پیت رو میزنه و دستش صدمه میبینه. ولی خب الان دیگه میدونیم ماجرا چی بود. فکر کن یه فیلم بسازی که فقط یه بازیگر داره و اون یه بازیگرم توی پشت صحنه یه صدمه ببینه و ببرینش بیمارستان و دکترها بهت بگن که اگه یه ذره دیرتر میومد امکان داشت بمیره. تام هنگز فیلم کستوی یا دور افتاده محصول 2000. این مورد توی پشت صحنه اتفاق افتاده و توی نسخه اصلی فیلم نبود، ولی ارزش داشت توی لیست اون باشه. پای آقای تام هنگز گیر میکنه به یه تیکه چوب، زخم میشه و اینا هم شکلی با بانداج دورشو میبندن و دیگه بهش توجهی نمیکنن. یه مدت که میگذره میبینن هی داره وخیم‌تر میشه زخمش. فیلم برداری کنسل میکنن، میبرنش بیمارستان و اونجا دکتر بهشون میگه که زخمش عفونت کرده و اگه یکم دیرتر میرسیدن این عفونت وارد خونش میشد و دیگه نمیشد نجاتش داد. 3 هفته فیلم برداری کنسل میشه و آقای تام هنگس هم توی بیمارستان استراحت مطلق داشتن. همیشه البته صدمات اتفاقی نبودن. بعضی وقتا هم خودخواسته و با آگاهی کامل از حجم دردی که بازیگر قراره تحمل بکنه فیلم برداری شدن. استیو کارل فیلم باکره 40 ساله محصول 2005. توی یه صحنه به یاد ماندنی از این فیلم، وقتی اندی قراره موهای تنشو بتراشه، پا میشن با دوستاش میرن یه مرکز برای وکس کردن سینش. آقای استیو کارل چون عقیده داشته این صحنه باید کمدیش دست اول باشه و ریاکشن خودشو بقیه بازیگرو طبیعی جلوه کنه، تصمیم میگیره واقعا موهای سینشو وکس کنه. فشار درد و نقطه‌های خونی که روی تنش میبینین کاملا واقعیه. حالا که با جکی چان شروع کردیم و ایشون توی هر پروژه دست کم یه صدمه درست حسابی به خودش زده، آخریش هم با جکی چان می‌بندیم. جکی چان فیلم پلیس استوری یا داستان پلیس محصول 1985. اینجا دوستمون تصمیم میگیره همینجوری بدون هیچ ملاحظه‌ای بپره روی این میله وسط چراغا و بیاد پایین، که با چند تا دوربینم تصویر رو ثبت کردن چون همه چی رو خراب می‌کرده از اون پلانا بوده که یه بار بیشتر نمیتونستن بگیرن. سالم میرسه پایین و همونجوری که می‌بینین خیلی هم داره خوشحالی می‌کنه، ولی به خاطر حجم زیاد آدرنالینی که بدنش ترشح کرده اول متوجه درد دستاش نمیشه. بعد می‌فهمه ساییدن دستش آهن باعث شده که مچ و کف هر دوتا دستش بدجوری بسوزه. تو این پلان هم دوتا دستش رو بسته که سوختگی ها تو تصویر مشخص نشه. دوتا مورد باحال دیگه هم داریم، ولی چون قبلا توی برنامه های ارباب حلقه ها و معرفی دیکاپریو راجبشون حرف زدم، دیگه توی لیست 10 تایی نذاشتمشون، ولی حیفه بهشون اشاره نکنیم. اولیش آقای ویگو مورتنسن سر فیلم برداری دو برج قسمت دوم سگانه ارباب حلقه ها، و بعدیش هم آقای دیکاپریو تو فیلم جنگو. ماجرای آسیب دیدن اینا رو هم توی این دوتا ویدیو کامل توضیح دادم، اگر که دوست دارین میتونین اینا رو هم ببینید. دمتون گرم که این برنامه تا آخر دیدین. اگه دوستش داشتین لطفاً لایک بکنین ویدیو رو، و اگه تازه به جمع ما اضافه شدین که خیلی خوش اومدین، سابسکرایب کانال یادتون نره. خیلی مخلصم.